این برنامه برای شما از طرف کوالیتی رگز اند فرنیچر، مشل پرودکشن، تصویر رویاهای شما تقدیم می‌گردد. سود سما تیوی سپیشال استک. ما خودم درباره بزنس، سیکرت بزنس، سیکرت زندگی، سیکرت موفقیت در امرای شما ما شیر میکنم. بیننده سما تیوی باشین. به دنیا خوب نگاه کن. مثل زاهد نشید. دنیا پر از فرصت هاییست که فقط منتظر توست. به پا خیز و از فرصت های جدید استفاده کن. او توانست چون استوار و با اراده بود. با تغییر تنها یک کلمه همه چیز تغییر کرد. او من می توانم را جاگزین من نمی توانم ساخت. او زیر نشید است. بیننده عزیز تلویزیون سما سلام، آرزو دارم جور و صحت و سرحال باشین. در برنامه های تلویزیون سما، در خصوصا در برنامه انگیزه، ما سراغ کسایی میریم که استوار، محکم، با اراده و با برنامه با موفقیت های خیلی بزرگ و چشمگیر رسیدن. از جمله امروز شما را با خانواده نشید معرفی میکنیم. زید نشید، مغز متفکر خانواده، مسیجان نشید، تواب نشید و قیس نشید. تشکر که دعوت ما را قبول کردید. سلام امید جان، تشکر از شما و سلام به همه دی بیننده عزیز. میفهمی چرا آمدیم امروز مصاحبه میکنیم؟ نمیفهم، شما برای بگوین. خب، حالا من برای دوستان گفتم، برای خود میگم. دلیلی که آمدیم سراغ خودت، عمدترین دلیلش ای است. بخیر، من خانه میخری. چطور؟ اگر قرضش اپروو میکنی، دلیلی که امروز آمدیم با زاهد جان و خانوادهشون مصاحبه میکنیم ای است که برای دوستا و کسایی که خصوصا از افغانستان تازه آمدن یا سالهای سال در استرالیا زندگی کردن و رای درست پیدا نکردن، ببینیم که زاهد چیگونه تانسته به موفقیت‌های بزرگ برسه و شما میاد بگیرین که چی کنین و مشورهایشون میشنویم. میشه در ابتدا بگی چند ساله هستی؟ چند سال میشه استرالیا زندگی میکنی؟ بین 33 و 34 اومه جان، معلوم نیست دقیقش. اوشه مال نایفم، اگه من 34 باشم خب بین ما و تواب جان دیگر یک دومو فرق میکنه دیگر، امکانات از دیگر it's almost impossible. مگم I recently celebrated 34 سالگی خدا بردیشه و 12 ساله بودم که سالی آمدم. 12 ساله بودی؟ بله. چرا دیرشی نپوشیدی؟ گفتم باشه که اول جمع شوم امروز. چطور؟ ما هم یک کار میکنم. دمی بانه، ما هم کرتی خودم میکشم. این هم میرخم امروی خودت میشینم. و یکی دملبون امروز 34 درجه است. گرمیست نه امروز؟ ما را به دیریشی چه غرض اومردم. دلیلی که ما امروز دیریشی پوشیدیم این است که امروز سالگره زید است و قانون سالگره قسم است که تمام میمانایی که در سالگره دعوت شده کلشان باید لباس سفید بپوشن. ما خود دریشی سفید نداشتم، رفتم سر خود یک ذره خرج کردم، یک دور دریشی نو خریدم که امشب بخیر سالگره میریم که جریان برگزاری سالگره زایجانم باز در آخر عظمی برنامه با هم میبینیم. چند سال از در کار ریال استیت هستی؟ 12 سال است که در ریال استیت هستم. بله. در 12 سال پیش از او چی کار میکردی؟ پیش از او خورترک بودم. 12 سال پیش 20 ساله بودی؟ والا خورترک است دیگه، 20 ساله. نه، پیش از اون من در درس بودم، در تیف درس بزنس و مارکتینگ خواندم و بعدش آمدی مستقیما در کار خرید فروش خانه. اولترین کار زندگی خرید فروش خانه بودک. اول در تلسترا کار میکنم، یک شش ماه کار کردم. باز بعدا یک خانم، دختر خانم آمد گفته که شما بسیار قیمت فروش هستین، تلفن‌ها رو بل من قامده کامپلین میکردن. باز بار از او یک چند قد رشخندی، خنده، مزاق بر من در استیت جاب آفر کرد. اینه 12 سال است که دم کار هستم. باز جالبش ایست که 10 سال بعد، 10 سال پیش به من جاب داد، حالا بر ما کار میکنه.
نام خدا، نام خدا. 10 سال پیش خودش برای شما جاب داد. بله. عالم روی خودت کار میکنه. علاقه داشتی که بیایی در کار خرید و فروش خانه؟ یا یک استعداد بود که داشتی ولی نمیفهمیدی که من میتونم یک سلسمن یا یک فروشنده خیلی خوب باشم؟ امید جان اگه بویم شوق علاقه دارم، شوق علاقه دارم 100%، مگم در هر جایی که خاک است، خاک خداست، فرق نمیکنه که استرالیا باشی، افغانستان باشی، انسان خودش زحمت کش باشه، در هر کار قلبن قلب خود بانن سکسسفل میباشه. اگه بویم پشنت هستم، یس پشنت هستم، مگم hard work always beats talent. قلب خود پرتو بسم الله الله اکبر. پدرم همیشه میگه خود در حرکت کو که خدا برکت کنه برات. دیگه هر کاری که میکنم بگیم که 24 ساعت خوش دارم که خانه فروشی کنم که امروز یک دست مرگ بزنم، یام دروغ است نه. مگم دیگه چاره نداری، دیگه انسان هستی، پیدا شدی پشنت باش، کار کو که گفته اگم تو مرد هستی پرتو دیگه کار کو دیگه. اول فکر کنم وقتی که تازه کار در خرید و فروش خانه رو شروع کردی، بر کسی دیگه کار میکردی؟ بله. چند سال بر مردم کار کردی؟ با مردم 8 سال کار کردم. 8 سال با مردم کار کردم، باز بعدا زید ویل سیت امروی بلاله خوش شروع کردم. کی تصمیم گرفت؟ ایمی تصمیمی که بر خود کار کنی و زید ویل سیت تأسیس کنی، تصمیم از خودت بود یا از کسی دیگه؟ تصمیم از من و بیادرهایم. تواب همیشه مزاق میکرد، او بچه اینیم باست که هستک همیشه در جانت میزنه. خب تو از ساده هستی، قلبت پاک هستک، تو بیای کار کو خیلی بزنس خودش رو میکنیم. توابی و قیسی در او وقت در فایننس بود، پشته فایننس بود و مسیر دیگه برادر کلامم و من حس پدرمم دیگه چی دارم اونمو دیسیژن میکر فامیلی لال مسیح مستک دیگه. هم مسیح جان انکاریج کرد، هم قیس جان، هم توابی جان، کل ما گفتیم خیلی بیا که یک فامیلی دیسیژن بکنیم. بیاز در آسلو کلگی مصروف هست که اگه فوکس فامیلی خود ببینم. گفتم خیلی از این چی بهتر که بیادر رو یک جای کار کنیم، در زیر یک روف باشیم و خلاص، هم سواب هم خورما. یک چیز جالب در من همیشه میبینم که یک واژه در انگلیسی هست بنام سولد، یعنی که گناه داره این گفت رو در اینجا نگو دیگه سولد. باز خودت نوشته کردی که زولد. این انگیزه از کجا باعث شد که تو سولد بنام خود تغییر بدی؟ خدا بزنس باید هر کس یک پوینت آف دیفرنس داشته باشه نه؟ این حالا ما گفتیم خیلی باش که سول استک اینه میره بیاز زید ریل استیت هستیم زول بکنیم. یک شام تو شیشته بودیم گفتیم خیلی باید پوینت آف دیفرنس چیست امیره زول کنیم. اون از زول شد در ظرف 48 که میلیار ریلی شد بسم الله الله اکبر بورد در تاون بودک. اولین باره که دفتر خود تأسیس کردی زید ریل استیت، چقدر زمان گرفت که اولین خانه رو فروختی؟ روزای اول بسیار سخت بود، چون آدم که 19 ساله 20 ساله می باشد خانه فروختن کار هر روزه نیست. امید جان مردم شاید 10 سال یک خانه بخره یا 10 سال یک خانه بفروشه و او وقت چون که من 19 ساله بودم 20 ساله بودم ترست مردم رو نداشتم. الان من نمیتونستم را یک کس بشینم من اینقدر خانه فروخته، من اینقدر مارکتینگ کردیم، تجربه کاری نداشتم، تجربه زندگی نداشتم. اون وقتش بود باز یکان دفعه بزنس که می باختم می افتم برو خیر استک گناه از این بودک. مگم جالب چیست که در زندگی در انگلیسی یک مطلب است میگه knowledge is power. اما knowledge مو کار نداشتم، اما رایش بلد نبودم. دیگه در هر کار آدم فیلم میشه، در هر کار فیلم میباشد. 3 سال فیلم کردیم، اولترین خانه که من فروختم بر من باسم من گفت بچی مرکز از پولیت تیر میشه کلیگی یک یه بلانک چک داره دیگه. دیگه کلیگی یک اپورتونیتی هست در بزنس در زندگی. خداست که دکتر باشی، خداست که آوازخان باشی، یک آوازخان یک جایی مثلا فرض مثال میرسه از خاطر مردم خود، یک بزنسمن از یک جایی میرسه از خاطر مردم خود، باید مردم دار باشی. من در نانبایی داخل شدم، یک کاکاگه کم جستاده بود، خودم زیر تاثیر بودم، گفتم انیمی نانه که گرفتی بسیار خوشم آمد، درکی در بغلت گرفتی از از خورم زیر تاثیر بودم. باختی رو باسم بر من گفته بود، گفته که هر کسی که تیر شد بگه خانه تا میفروشی یا نه، یا امروز یا سواز پیش میخره. من سونما سایل کرد ای فابی که من ایجنت هستم، فابی که زیر تاثیر رفته بازم اونجا دیگه گفته اگان تا گفته آه جالب شیست که من میفروشم، من خانه دیگه خریدیم. اونم در ظرف 24 سات تا 48 سات خانهش در مارکت خورد و اون ترقی من اپورتونیتی کرییت کردم و خانه اول خودم تا کی هم در مارکت انداختم هم فروختم. باز بار از من فهمیدم که واو
در زندگی تا که یک سوال از یک انسان دیگه پرسونه که جوابش نمیگیره و کسی که سوال پرسون کرد اون جوابش میگیره. باز بار دیگه بیادر دیگه هزار کس نیمل در پلیم تیر میشیم خانه تو میفروشی میخری یا کرامیتی؟ چند دانه خانه فروختی و در سال چقدر اگر بگویم که ارزش خانه هایی که مفروشی به چند میلیون دلار میرسه؟ سال 2022 چند خانه فروخته بودی؟ پیش از این که ما در زید بیل استیت جورنی ما آمدک پیش از این در یک سال ما 128 خانه فروختم. باز در الجوکر هر سال که اوارز میشدک دیگه ما بیاز میفهمیدم که یه اوارد از ماست، نمبر وان اوارد از ماست دیگه. او وقتا باز average price ما طرف های 6 لک و 7 لک بودک. آل دیگه در آل دیگه گفته یکان تا 4 میلیون و 5 میلیون و 20 میلیون و 30 میلیون دیگه دو چی میگه دست و چای بالا دست میزنیم. سال 2022 رو نگفتی چند خانه فروختی، ارزش خانه هایی که فروختی چقدر بود؟ چقدر پیسه در حساب زید ریل استیت آمد؟ بسیار جالب است که اگر ما بگویم پیسه چقدر پیسه او رو باز مسیح جان یا قیس جان برای جواب میتا؟ بخاطر چیزی که پیسه است پیش مسیح و قیصر است. ما دیگه کارگر هستیم گفته یکان تا. پارسال 209 میلیون فروختم. Worth of properties ترانزکشن کردم. 111 دانه خانه فروختم. دیگه ارزان ترین خانه که میفروختم 2 میلیون بودک. و قیمتی ترین خانه که فروختی چند بود؟ 19 میلیون. باز چند پیدا کردی پارسال؟ یک در رپه. در حساب بانکی چند است؟ میفهمی میگه سرمایه‌دارترین نفر کس است که کس پول دیگه کس استعمال کنه. او نام از او نفر چی است؟ نام از او نفر بانک است. فکر شده؟ اینال همراه هر کس که بشین اینال که بوی پیسی در مبین بانک کت است او پیسی در باید کار در سر کار پرتی. چون انسان استیم امروز تیر میشه سبا تیر میشه بینی که 5 سال تیر شد 10 سال تیر شد 20 سال تیر شد سرم پخته میشه. اینال باید هر وقت که آدم جون باشه پیسی خود باید در کار پرتی در اینجا انویست کن، در اونجا انویست کن. اینمال اگه آیدیا داری بسم الله الله اکبر بیاک پایین رو پا مام انویست میکن پایین بزنس هست. زیاد کسا در استرالیا نو میاین، چی افغان هستن چی از کشورهای دیگه هستن، سالهای سال طول میکشه یک مسیر درست بر خود انتخاب کردن نمیتونن که چی کار کنن، استعداد دارن مثلا حتی پول دارن پول خود سرمایه گذاری کردن نمیتونن. خودت برای کسایی که بخواین به عنوان یک آدم موفق مثل خودت تبدیل شوند چی مشوره میتی؟ تشکر از تعریف تو بجان. ما خودم فکر نمی که من موفق هستم نه هستی در لول ما نرسیدیم شخصا خودم که میخواییم. مگم مشوره می به زیادتر جوانا اینه میسته که امی سرکل اف فرینز کاستک دوستاش امرای کی میگرده امرای کی بالا و پایین میشنه. در یک مطل از دفعانی میگه که امرای ما بگردی ما میشه امرای دیگ بگردی سیا میشی. نال دیگه ما مشوری خود به زیادتر کسایی که نمیال برنامه رو میبینم میگم که دوستای داشته باشین، کوشش کنین موفق یک آیدیا دا یک بزنس صحیح داشته باشه. برین یک کافی بشینین کافی بخورین امرایش امرای یک نفر 40 ساله بشی که 20 سال بزنس کرده باشه، یک نفر 50 ساله 60 ساله 80 ساله که زندگی دار از روبروی خود بشی کتاب قلمه بگی نوشته کو بگو سکسس بر خودت چی معنی میده، خودت چی دیفرنت کردی که زندگی تو لول رسیدی. این حالت نمیتونه مثلا بری در مثلا فرضاً مثال خدا کنه گپایم سر یگان تو بد نخواد دندینام بشین یگانه چیز دندینام گل فرض مثال نیست یگان تو افغانه ما هست فواره یاو نیست که بطه فقری بزنن. نه این حالت نمیتونه امرای از او تو بری بشین یک مشوره بگیرم. بسیار چیز جالب است. من میتونم امرای خود بشینم بگم که امی جان خود چطور ستاره افغان هست شدی؟ امی جونیت به من بگو بازن عمر ما اگر از این مشوریم خودت به من چیز میگی 1% ببرم من دزنی خود میتونم اپلای بکنم. فکر شده؟ دقیق. دیگم circle of friends is very important و در سر از او ما همیشه میگیم اگر گپای مادر پدر خود هیچ وقت گوش نمیکنیم، من گپای رفیق خود گوش میکنیم. برو بیا خیر است میگیم سنش کلان شد یا نمیفهمم. مگر اون ما سنش که کلان است یک 4-5 تا کلا از ما کرده کنه کرده باید بشینیم صحبتاشون رو بشنویم. فرض مثال من بسیار خوش دارم خالیم است که نه از افغانستان آمده جنرال است یکان قصه های میکنه میگه که
ریسک وقت است که ما از خانه میبرامدیم نمیفهمیدیم پس چی رقمی در خانه بیاییم، نمیفهمیدیم که مثلا 80 تا زخمی در جنگ اوگار میشد دیگه میشد. من لذت میبرم اونمو بر من موتیویشن میده از نگاه بزنس میم که خالیم فرض مثال که در یک یا پدرهای نمازه خاله جان تا میشناسم در میدان اوی اون وظیفه داشته ای خیر ببینیم اینال فکر کنین که اونو ریسک است. ریسک در بزنس فرض مثال که اگان تو ایدیا داره میترسن، باید آدم ترس نداشته باشه که ترس اون وقت است که میری مثلا یک 20 زخمی در پشوت است، یکیش گردن نداره، دیگیش قلب نداره، دیگیش یک دست نداره، دیگه نداره. اینال من را در یاد یک فکایی انداختی گپت خوب میگه کدام نفر در جنگ رفته بودم باز پس که آمده به دوستهای خود قصه کرده گفته ولی یک نفر از دشمن دیدم گفت دمو جبه اسکری گفت زدم دستش بریدم گفت دیوانه چرا سرش نبریدی گفت رو وقت کنم کس دیگه بریده بود. خوبش در زندگی خودت کی زیاد سر تأثیر گذار است؟ از کی انسپایر شدی؟ خواه اگه واقع چه بگویم پدر جانم، پدر جانم از این خورترکی بر من مشوره میداد، بر بیادرهای مشوره میداد که بچیم هیچ کار کلان نه کلان است نه خورد، هیچ کار خورد کلان است، کلان کار خورد کلان است، مقصد کار کار است. امی ورک اتیکس شه، دیسپلین زندگی شه، قسم کمرای فرض مثال مادرم رویه میکنه، مثلا فرض مثال امی هارد ورک کنه، از اون موی بسیار زیاد انسپایر شدیم. حتی تا امروز باورت میانم هفته هفت روز یکان دفعه میخوای بره کار بکنه تا امروز. من میگم که بابا موتر داری، خانه داری، پیسه داری، هر چیز بخوایی داری. مثلا فرض مثال ما آرزی نکریم نه؟ اینال بر من مادر پدرم اونمو اولادای مستک نه؟ همین چیزی که بخوایی پدر مادرم دارن. مگم چرا؟ انوز هم میره مثلا در مارکت یک چیز میخوای یک بزنس بکنه، یک چیز بکنه، اونمو مرا انسپایر میکنه. پدر جانم 100% مرا انسپایر کرده. خدا عمرشان طولانی داشته باشه. پدر و مادر که از سرمایه خیلی کلان زندگی آدم است. چرا عروسی نکردی؟ اجازه هست مزاق کنم؟ ها که عروسی مردم ها عروسی کرد در کجا رسی که بابره؟ شوخی کردم، شوخی کردم، مزاق میخوایم دوستا. نه آزادیست. 10 سال بعد زید نشید تا در کجا میبینیم؟ خود در کجا میبینی 10 سال آینده؟ خب اولترین کار همیشه من میخوایم که یک صحت صحیح داشته باشم. زندگی بدون هلت کدام معنی نمیده. من اولترین کار کوشش میکنم که همیشه در کار خود که سخت کار میکنم، من در سر خود زیادتر سخت کار میکنم. بخاطر که انسان است که آدم میگه آدم موفقیت میشه دیگم کارایش آسان میشه، فالوور پیدا میگه میکنه. مگم هر چقدر انسان آدم زندگی پیشرفت کنه، اما که جنجالای زندگی زیادتر میشه، استرس زندگی زیادتر میشه، سنسیتیو آدم میشه که او فلانی چی گفت، فلانی چی گفت، او بچه از چی او دیگه تر شکت انول آدم زیاد استرس پیدا میکنه. من زیادتر کوشش میکنم که سپورت کنم، منتال هلت خود رو کافتر کنم و غذای صحیح بخورم، زیادتر گرینز بخورم، گرینز میوه‌جات صحیح بخورم، سبزیجات صحیح بخورم، بخاطر وجودم میخوام که جور باشه. 10 سال بعد من میخوام که این می رفتار که داشته باشم زیادتر افغانا رو اینسپایر بکنم. من یادم است دینشان پریشب در یک جای دینر بودم، امید جان گفتم خداوند جلالی، گفتم که کوشش میکنم اول خود صحت بده مرا، هر چقدر صحت بده من میخوام که هر چقدر هر انسانی که پیش من بیاد یک ادوایس بخونه، یک کوشش، یک کمک بخواد، بتونم توسته بتونم برش رسیدگی بتونم دیگه. 10 سال بعد عمر گل من میخوایم که صحت صحیح داشته باشم، فامیل من برایم باشه و میخوایم که بلندترین تاور استرالیا را آباد کنم 21 سال بعد. واو، یک بلند منزل میخوایم بزنم با اجازه. ما مطمئن هستیم که قطعه دعایت میتونی، دعای ما پشتت هست، یک ریسافه دیگه چی میتونی. از ورزش یاد کردیم، از زید ریال استیت یاد کردیم، از خانواده گفتیم. در کنار ورزش و کار زید نشید دیگه چی میکنه؟ 8 ساله بودم که قیس بیادر کلانم در پاکستان مربزور در بس بالا میکرد بریم موسیقی کار کنیم دیگه. حوالترین کورس موسیقی که مثلا رفتم یاد گرفتم از پیش حشمت جان امید بود.
اولترین کلاس درم مرا یاد داده بود که آلو آلو بیادرش رفیق زورت است. آه دیگه اکمل جان دیگه قیسی ما را همیشه تشویق میکرد که بریم در برحالاوی ازی که در سر درس فوکس میکنیم موسیقی روی زندگیستک. دیگه درم نواز استم، امروی زیادتر هنرمنده کنسرت درم امروشون نواختیم و در عین وقت ما بیادرهایم در ویکندز این اگه 15-16 سال است گفته خارجی ها تچ بود که هر هفته در آرسی هستیم، در محفل هستیم، در خوشی های مردم هستیم، در کنسرت هستیم. دیگه اینمی هابی ماست که یا موسیقی کار کنیم. یعنی موسیقی بزنس برتان نیست، موسیقی یک سرگرمی است. موسیقی باید از زندگی هیچ وقت بزنس نباشه تا که در افغانستان زندگی نکنی. بختر در خارج آدم فولتا موسیقی کار کردن نمیتونه. اینا رو شما فکر کنید، فرض مثال فراجان دریا رو ببین، موسیقی نمیتونه فول تایم کار بکنه. هر هنرمند ببین موسیقی it's almost impossible که فول تایم آدم کار بکنه سرش، خصوصا در خارج باشی. موسیقی همیشه به هابی میباشه. همراه هر هنرمند، خودتون هنرمند هستین، با موسیقی رو با بزنس شروع نکرده بودین؟ کرده بودین؟ نه خلاص تو امروز هم نه خلاص. به عنوان آخرین سوال، ده ماه یا یک سال است که میخوایم این تلفن رو بفروشم ولی چی یاد ندارم این رو چقسم بفروشم. اینه میره سر من تلفون خود سر خودم سودا کن. اینه میره تلفون ها؟ آه اینه میره سر من بفروش. پشت سر کمره شکسته، پرابلم هم داره، من هیچ مشکلات شام نبینم، آیفون 14 باشه، اینه میره برم بفروش. از قطع کلش کده من یک سکت بچهید خوشم آمد. اگه این تلفون میخوایی خواهی اگه این اکسکت پیش من میمانه یعنی نمفروشی دیگه. ایر نمفروشو بیشه. اینا تو باید با همه پیسه بیدی که هم یک اکسد بگیره. اگر دوای کلاود سیف نکده باشی در جنجال بانده. سیف کدگیس در قلبم سیف بسید. خیلی تو گپ کرد سبیان بفروشو بیشه. خب لالو امید یک زنگ برای بزنه اینمی حالا. چی خم زنگ بزنم؟ آدم من تلفون ندارم. خب خلاص دیگه تلفون پیش ماست. میخوای یک زنگ بزنی؟ صدقی سر مال یک 15 سر رپا. جغزی جغزی هم هست، من با ضرورت کار داری که با زنگ بزنی نه؟ خب من چرا یک دانه تلفن کنه رو بخرم؟ این زنگ هستم ضرورت هست؟ This is a need ده؟ از این خاطر این از ضرورت یک کس سو استفاده میکنی از مجبوریتش؟ نه دیگه از مجبوریت دیگه نمیشه دیگه. آقا خود ضرورت کار داشتی زنگ میخواستی زنگ بزنی، من با یک سرویس برات پاس پروواید کردم. آخرین مشورت بر کسایی که چی در بخش خانه و زمین کار میکنن؟ ما نمیگیم که بخرین، نمیگیم نخرین، مگر برایشون یاد میتیم چی رقمی آدم خارجی ها کل بزنسمن ها چی رقمی کپیتال آباد کرده. من رایش برشون میگم، چیزی که ما خودم آموز دیدیم، چیزی که خودم مثلا انویست کردیم، اونم رایش برشون میگم. کسانی که مثلا دل زد خرید نخرید، من هیچ وقت نه من نه بیادرم نه استاف ما هیچ کدامشون نمیگیم. اگر میگیم بخری دلکت، اگر نخریدی دلکت، مگم رایش بر یاد میدیم که سرمایه دارو چطور سرمایه جور کرده. فکر شده؟ یک سیلزمن در موبایل سرک در یک جایی که میبینی اومی جان، نمیخوایم که مثلا یک موتر فروشی میری، نمیخوایی که بر سر بزنه نه؟ یک احساس داری، یک لویر اگر میزنی، یک سیلزمن اگر میزنی یا یک ایجنت اگر میزنی، همراه هر کس نمیخوایی که میری و شاید سرمایه بزنه. ما طریقی رایش چی رقم میگیم؟ فایننس این قصد این طریقی آرکیتکچر تستک، این طریقی بلدنگت کاستت میکنه، این طریقی آخر مفاد این قصد. اگه میخوای بسم الله اکبر، اگه نمیخوای اون دروازه پناهید بخواه. های خیلی ببینی اینمی روی کار ماستک، در اینمی روی کار زندگیست. چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران نپسند. فکر شده؟ دیگه مشوره ما اینمی با جوانا، با هر کسی که سال میکنه اینمی است که زندگی دو روز است خوش بگذره، لذت ببرین، در قصه گپای مردم نشین، هر چیزی که میخوای از قلبان کار کو و به کس ضرر نرسان. من هر کار میکنی با خدا باش. اینا مثلا هر صبح که من میبرم بابیم از بالا سلام میکنه بچیم کلمه ده بخون پیشتیک برای دیگه. این مشوره بیادرت است فکلگی. بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را قبول کردی. ما در برنامه‌ای که از سما داریم، برنامه ما یک قانون داره که در آخر برنامه از میمانای خود یک خواهش دوستانه داریم که هر میمان ما از طریق خود بعد از ختم برنامه به یک خانواده نیازمند در افغانستان کمک کنه. زید چند کمک میکنه؟
ما کمک میکنم، هزار دفعه کمک میکنم، همیشه کمک کردیم. ولی پول ما نمیگیریم، پول خودت روان میکنی و ما سر باور داریم. اینمی کاره که برام میگنی، اینمی کاره بابیم هر هفته برام میگه. هر هفته ما قیس تواب مسیح کل ما هزار ترانزکشن که ما میکنیم باورت میآید؟ خدا گردمون نگیره، هیچ کنیم ما هزار دلار خراون میکنیم. اوز نیسته که من بگویم باش که در مارکتینگ، از نگاه مارکتینگ اگر فکرش را باشه، ما هیچ وقت مارکت نکنیم که یک کسی بگویم که ما فلانی کسی انترکی کسی کمک کرد، بخاطر که اینمی خود دین ماستک. نه؟ اینمی اول چیز کلمه، نماز، زکات، روزه، زکات. نه؟ اما دیگه اینمی خودش یک زکات است. مگر نون به حیث مارکتینگ رو استعمال کنم، خود اراده خودم دیگه خراب است. من همیشه کمک میکنم، هر چی که میگی در روپه حسابش کو خلاص. بسم الله بخیر. ما نمیگم که چند، ولی یک خانواده را هزار دفعه چرا نه خودت روان میکنی، ما پول نمیگیریم، خودت برش روان میکنی، ما کوشش میکنیم یک کسی برات معرفی کنی. هزار دفعه چرا نه. خیر بیا هزار دفعه. بسیار زیاد تشکر که از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. دوستای عزیز، برنامه ای هفته ما در اینجا به پایان میرسد. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. Today's marketplace, every single phone call matters, every single meeting matters, and every single appraisal matters. And if you don't close a deal, someone else will. Zed Nasheed's the kind of agent you expect to see on a reality TV show. The amount of buyers that show up to auctions in today's environment, whereas agents have underquoted, they're at market a house between 2.4 and 2.6 with a reserve price at $3 million, the buyers get pissed off. This is why real estate agents, they have a bad name. خانواده زد ریل استیت متشکل از چهار برادر هستن که یک تیم تخصصی گونه کار میکنن و زد ریل استیت تنها فروشندگی خانه مختص نمیشه، بلکه نهادهای دیگه تخصصی در این قسمت کار میکنن، بخصوص زد تاک هست و یک محیط اکادمیک که کسایی که بخواین به شکل پروفشنال ریل استیت یاد بگیرن و مسلک های دیگه که در ارتباط به خرید فروش خانه هستک، به این قسمت ریال استیت اکادمیک تحصیل میکنن، اینجا فارغ میشن و ترین میبینن به شکل مسلکی و تخصصی. خوب خوشبختانه و بسیار قابل افتخار است که ما از خانواده نشید هستیم که قرابت فامیلی ما بچه خاله است. زید جان چیزی که بسیار مهم است، تاثیرگذاری بالای شخصیت، امور کاری میتونیم بسیار به شکل واضح بگویم که خود زد و ای که تفاوت سنی بسیار کم داریم، ولی یک استاد، یک الگوی خوب نه تنها بر ما به محیط خانوادگی ما، بلکه به تمام افغان ها در جامعه استرالیا، در قاره استرالیا و به بسیاری از کسای دیگه که در استرالیا زندگی میکنن، با اونا همچنان یک الگو، یک تاثیرگذار خوب میتونستن باشن. خب قسمی که در بیاندیستین خود برنامه بودیم، زد نشید در ارتباط به اساسات کاری خود که از کجا شروع کرد، بالاخره در کجا است فعلا، که یکی از جمله افتخارات خود افغانا و جامعه استرالیا است امروز. خوشبختانه بدون شک در ارتباط به آسیب پذیر شناسی در قسمت به ریال استیت و خرید فروش خانه صحبت کرده، بس کرده و زندگی شخصی خودش که خودش به زبان خودش حکایت میکنه و بسیار به شکل مقبول و عامیانه و کلگی مثالای خوبی داده. من این را ترجیح میتونم و به دوستا و پیشنهاد میکنم به دوستا که مصاحبه رو ببینن. بسیار فوق العاده خود بود. I feel honored. I wanted to work for Zed Real Estate for over 3 years before I started in real estate, and it was a dream come true to work for Zed as his executive assistant. It is honestly a one-stop shop. We have everything from a mortgage broker to in-house finance, builders, everything that you need, conveyances, and Zed and myself and the whole team at Zed Real Estate work 24/7. You call us at 10 p.m. at night, we'll answer. 10 a.m. in the morning, we'll answer. Saturdays, Sundays, like today's a Sunday and we still work today. His personality is amazing. He's very motivated and determined. He's an inspiration. I was inspired when I started in real estate. I was inspired to become like him from day one. And then when I started working for him, he's taught me stuff every day. Every single day I learn something new from him, if it's something with business-wise, real estate-wise, or something just about how he is as a person. Every single day I learn something, and that's what I love about working for him, that it never stops. To me, Zed is a role model. He's an inspiration and someone that I aspire to be like one day.
در پشتو یک متل است میگه که خان پیارانه. امرای زاید جان صحبت کردیم ولی تنها زاید نیست، در خانواده نشید قیس نشید، مسی نشید و تواب نشید سهم خیلی کلان دارند در موفقیت های زید ریال استیت. قیس عزیز سلام، تشکر که وقت دادی، امروز خیلی مصروفم بودی میفهمم آمدی به خاطر مصاحبه. سلام به شما امید جان، سلام به تمام بیننده های تلویزیون سما که راستی وقت امی که شنیدیم تلویزیون سما انترویو دارن امروی ما بسیار خوش شدیم. یکی امی خود نام سما میخواستم که از بین که از ویور پرسان کنیم که چی مانا داره. من تقریبا میفهم که مگم چطور است که از ویور خود پرسان کنیم. دقیقا اگر یک کامنت بدن دمیجا چطور است؟ 100% کسایی که سما رو میبینند شما در زیر از امی پوست فیسبوک ما معنای سما چی است و چی فلسفه داره، چرا انتخاب کردیم، میشن نظراتتون رو با همراه ما شریک بسازید. چقدر موضوع خوب اشاره کردید. قیس جان نقش خودت در زید ریال استیت چی است؟ نقش چطور است که نقش در گلان است در 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 مجموع اگر براتون بگویم که نقش برادران چی است؟ بر بعضی کسا یک بر یک تلویزیون دیگه بود بر از اونها تشریح کردم نقش برادرها مثل از این که یک تیاره باشه، مسیح جان در پیشوی است که پیلوت باید باشه، زای جان در بال راست و تواب جان بال چپ و خودم در پشتر هستم در کوپایلت که بلنس میکنیم. تقریبا نمیتونی یک نقش داریم. حالا خودت در این بلنس که هستی مسئولیت چی را داری؟ من خودم از مسئولیت ما از اپریشن گرفته، جنرال منیجمنت، مارکتینگ، همه چیزا. زاید گفت که از گپایش فهمیدم، گفت ما یه خانواده هستیم، تیم ورک هستیم که خودت هم برایش موافق بودی. زید ریل استیت چقدر زمان گرفت که به این موفقیت رسید و چرا زید ریل استیت موفق شد؟ زید ریل استیت از چرا موفق شد سوال بسیار خوب است. قسمی که گفتن شاید زاید جان گفته باشه که به شهر مرد موفق یک خانم است، پس شما دعای پدر مادر بوده. یعنی خانم که تشویق نکده؟ خانم بوده، فامیل بوده، دعای فامیل بوده در پس شما که موفق شدیم. و یکی پشت کار داشتیم، اتحاد داشتیم. برادرها قسم است که احترام بسازد خاص قائل یک خاص داریم به یکی دیگه. دوست داریم، نه تنها مثل برادر، مثل بسیار رفیق هستیم. من میبینم رفاقتتون هم همیشه میبینم که خیلی رفیق های نزدیک هم هستین. بله قیس جان، نقش زاید در ریال استیت در موفقیت های تجارت چقدر زیاد است؟ خودت از زاید چقدر یاد گرفتی؟ زاید جان نام خدا موفقیت از او را بعضی کسا میگیم که زای جان حتی میتونه قابلیت از ایره داره که یک آینه با یک کور بفروشه. آن نام خدا اقدر تیار زای جان. جالب است که اگر آدم یک فیلم سعی کنه همیشه بچه فیلم یک نفر از دیگرها در نقشای سپورتنگ اکتر باره میشه. بله. آیا قبول میکنی که زید بچه فیلم است در خانواده نشید؟ زای جان از خورترکی بچه فیلم بوده. زمانی که تولد شد یادم میاد که پدرجانم ترقی کردن، یعنی یکی نام خدا پشت کار داره و در پلوی پشت کار خود یک لک خاص داره نام خودش، یک برادر بسیار لکیم است. شما زیادتر میبینم که در گروپ موسیقی نشید برادرز. بله. که آهنگای خیلی خوبم خواندین، همیشه کنسرت هایتون رو دیدیم، برنامه هایتون رو دیدیم. چند آهنگ اجرا کردین و چطور وقت پیدا میشه که در پالوی مصروفیت هایی که فعلا دارین در کارهای موسیقی چطور رسیدگی میکنین؟ مصروفیت ها خب بسیار زیاد است. قسمت که گفتین مصروفیت بسیار زیاد است. باشه که با اجازه شما، با اجازه کسی که در اینجا تشریف آوردن و با اجازه کارگردان شما، این سوال بیایی که بر تواب جان باریم.
تواب چی نقش داره در این؟ تواب جان و زای جان بچه فیلم زد ریل استیت هستن و بچه فیلم میتونیم گفته که بچه فیلم نشید میوزیک هم شاید گفته بتونیم که نه بچه فیلم نشید میوزیک خود تستی باز خب این ای 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 نام ما برات انتخاب کردیم چون آوازخان در گروه همیشه بچه فیلم آوازخان است. بله. و در ریل استیت خانه زید جان است که همیشه خودتان انتخابش کردین که چهره و فیس زید ریل استیت است. ولی در نشید میوزیک من میبینم که از تواب کردن نقش خودت زیاد است. یک جای کار میکنیم، یک جای برین استورم میکنیم، یک وقتی که یک آهنگ تهیه میکنیم چندین بار رو پیش یک دیگه خود میشینیم گوش میکنیم، در زمانهای مختلف رو گوش میکنیم، صبح باشه شب باشه بعد از کار پیش از کار یک دفعه کوشش میکنیم که ببینیم هم فیلینگ آهنگ ببینیم باز بعد از ریلیز میکنیم. کدام آهنگتون خیلی به دل شیرین است؟ آدم یک آهنگ مثل والا. که میگن رستوران سیگنیچر فود داره نه؟ بله. اما آهنگی که خودت زیاد دوست داری کدام است؟ والا آهنگی که بسیار خودم شخصا اگه براتون بگویم که آهنگ چی رقم انتخاب آهنگم است، آهنگ آرامم بسیار خوش دارم. مگر هنرمند باید زیادتر کوشش کنه که باید بدل مردم آهنگ اجرا کنه. آهنگ اول ما که به نام آهنگ You Make Me Crazy بود زیاد جلب توجه تلویزیون‌ها رو گرفت، جلب توجه دوستا رو گرفت. فکر میکنم شاید آهنگ خوبتر ما اونم باشه. چه کارها داره نو از موسیقی؟ درباره تجارت و زندگی خانوادگی با زید زیاد گپ زدیم، میخوایم که از لحاظ موسیقی امروز خودت کم صحبت کنم که کارهای نو و برنامه‌های نوتون در موسیقی چی است؟ کار نو ما یک آهنگ است که میخواستم یک تشکری از مردم تاجیکستان داشته باشم که همیشه آهنگای افغانی یاد کردن. میخواستم که یک آهنگ تاجیکی اجرا کنم. خب این دفعه تاجیکی خواندیم. این دفعه تاجیکی اجرا کردیم. بله. به خاطر یک بسیار ای آهنگ که به نام ایسنم است، آهنگ تقریبا به فکرم 19 شاید 70 اجرا شده باشه در افغانستان، یک گروه تاجیک ها آمده بودن. همین آهنگ نیست که تو سر و نوزی. بله بله. اینا به شما وعده میدم که بخیر از تلویزیون سما حتما نشر میشه ان شاء الله. ما دوست داریم که سما همراه شما همکار باشه و آهنگای شما را از طریق تلویزیون سما نشر کرده بتنیم. دوست دارم به عنوان آخرین سوال از خودت، هم یک جوان موفق هستی، پیامت گپت بر کسایی که کم تنبلی میکنن با وجود که امکانات دارن، استعداد دارن، انرژی و توانایی دارن ولی حرکت نمیکنن. بله. گفتنی خودت به همچو آدم ها چی است؟ اول برتان میگم که میگن که همنشین بی از کتاب مخوا که مصائب بود گو بیگا. دقیقا. همیشه کوشش کنن که در پلی کار میکنن، کوشش کنن که هر کار که میکنن باید در پلیش درست تحصیل داشته باشه. بدون دست تحصیل خود ای جای نمیرسین، رسیدن همیشه زحمت بکشن. Don't quit. همیشه یک هدف داشته باشن، باید خود به هدف خود برسونن. بسیار زیاد تشکر قیس عزیز که در کنار ما کنار زای جان آمدی و در برنامه امروز ما سهم گرفتی. با امید دیدار آینده خیلی زیاد تشکر از کنید. انشاءالله. تشکر. تشکر از شما. دوستای عزیز، آل نوبت برادر سیومشان رسید. تواب نشید. تواب عزیز سلام. سلام. تشکر که کجا بودی امروز؟ والا تیاری داشتیم با پروگرام امشب و بخیر چیزی که شما گفتین امشب سالگری زای جان است و امروز بخیر خوبی و امشب نموجه مصرفیت. برای من یک چیز جالب است که برای ما پیام کرده بود مسیح جان که کلتان باید در برنامه قانون ای سالگره قسم است که باید لباس های سفید بپوشین. بله. من لباس سفید پوشیده آمدم، قانون مراعات کردم، نه قیس لباس سفید پوشیده بود، نه خودت زید و نه خودت. بله. ای قانون سر میمانات تدویق میشه یا ای که پسان بخیر چین میکنیم؟ نه بخیر پسان چین میکنیم انشالله. چی تیاری ها گرفتین برای سالگره؟ منتظر چی باشیم؟ کجا میریم؟ چی خواد دیدیم؟ در داکلنس هم جایی که تعیین شده مو کشتی گفته یکان تو بر زای جان خوش داشت که یک پارتی باشه که فامیلی یا مثال کپلز باشه، یک سالگریش هم میخواستیم که یک چیز هم سینری باشه هم جای مقبول باشه، دمو
داکلنز که مجای لبه او گفته یگان تا در کشتی سالگره شما که میشه همقدر آمادگی ها گرفته میشه یا ای آمادگی بختنا به خاطر که زد نازدانه است نازدانه و دردانه از اون خاطر ها زای جان چون که بختر زیاد زحمت میکشه کار میکنه و در زم بر ما دیگه برادر خورد است هرچه که میتونیم و شوق علاقمندی دارد یعنی مساتریش است باید برش بتونیم رسیدگی کده چرا به زاهن زن نمیگیریم؟ چرا زن نمیگیریم؟ والا اما چیزی که خودش جواب داد بخیر هم بهترین جواب بود در موسیقی همیشه میبینم که امرای قیز جان خودت زیاد نزدیک هستی زید همیشه درم نواز است بله ولی خودت آواز میخوانی چند سال میشه که با موسیقی و با آوازخوانی کنار قیز جان هستی؟ از بازم قسمی که قیز جان زای جان گفته که از خورترکی موسیقی رو شروع کردیم و در زیادتر وقتا از قیز جان و نمو استادم بوده امو برادر کلانم از طبله چیز مثال شروع کردیم ما اشتا باز دیدیم گفته شما بچه فیلم قیز جان یکمه که نام خدا سرش گفته یکان تا مفلاز زیاد بود پروگرام ها زیاد بود و کارم در پالوش میکردیم بسیار زیاد بود گفته که بیا کدم در پالیم یکان نفر آواز بکش گفتم خود سهیستک چونه از ما چی بهتر موسیقی برای شما به چی معنا؟ این سال از زایدم پرسان کرده بودم میخواییم از خودتون پرسان کنم که آیا موسیقی به خاطر ایست که از آدرس موسیقی پول پیدا کنین یا یکی موسیقی یک سرگرمی و یک عشق جداست؟ موسیقی امی روحن میگن که آدم آرام نگاه میکنه خوش نگاه میکنه در مفلای خوشی دوستا و می کمیونیتی ها چون که بخاطر که از کار میکنیم زیادتری کارهای ما با خارجی ها زیادتر است بیشتر است باز همین موسیقی بر ما یک امو کمیونیتی همو دوستا همو کلیگی را که میبینیم خوش و خوشحال و همو کار که میکنیم خستگی ها رفع میشه یعنی که به حساب هابی هستک من قبل از این که زید ریال استیت تاسیس شوم شما رو میشناختم بله و او وقت خودت در یک بخش جدا کار میکردی چی باعث شد که او کار فراموش کردی او را ترک کردی یا آمدی با زید ریال استیت ما همیشه پلان داشتیم که اون مسیح جان و پدر جانمشون همیشه مثال امو لیدر فامیلی بودن و قیز جان همیشه میخواستیم که یک جای باشیم یک جای کار بکنیم و چون که رشتای کلیگ ما در مو بخشی که فعلا امی ریال استیت کمپانی داریم امی جان بسیار زیاد به یکی دیگه مثال بخش فایننس ما بودم قیز جانم بخش فایننس بود و بعد دیگه کسا مثال کار کردیم باز فایننس کمپانی خود جور کرده بودیم و زای جان همیشه در سیلز و در ریل استیت بود برای همیشه میگفت بیا بسیار کار خوب استک مثال تو فایننس هم بگرام داری و در این کار ریل استیت بسیار به درد میخوره که نه تنها مثال خانه رو میفروشی میتونی یک نفر همو ایژوکیت کنی یا مثال همو رای که مثال قرضه برشان کمک بکن و خانه بگیر بسیار زیاد کسا میترسن میگم من قرضه گرفتن نمیتونم آیا قرضه گرفتن به خاطر خریدن خانه آسان است یا سخت است؟ نظر به همو کار و درامد است که مثال چند درامد دارین همو ریکوارمنت هایی که مثال دارن که پولتان در اکانتتان سیف شده باشه با 3 ماه یا 6 ماه باز مثال چقدر درآمد است چند طفل یک خانم بطن چند خانم رو نمیتونی مجرد باشی تو قرضه میگیری متعید والا مجرد زود میتونی چون که بخاطر می خرچه نداری که خرچیت کم است بعض دوستان نام خداشون خود دیگه اونه اما کاری که برشان رای حل است که مجرد خود میزنن یا اینطور میشه که یک نفر متعید باشه بیایه بگه که به خاطر قرضش قبول شو از طرف بانک بگه من مجرد هستم اگه نام بگیرم نام خدا نام زیاد هست سو حتما گیرش خدا قسم بخوره به خدا مزن ما طلاق کردیم در حالی که از زندگی میکنه از نگاه بانکی خو اونمو که میگه خرچی چیزی که کم باشه اون مثال برات قرضه زیادتر میتیم چون مثال طفل نداری خانم نداری امو درآمدت مثال اگر 1 لک در سال باشه بازو تقریبا 70% استفاده میکنن یا 60% سو اگر تنها مجرد باشید حتما زودتر میتن بله یک نفر که 1 روپه دمی کنج جیبش نباشه بله. پس انداز نداشته باشه ولی درآمد خوب داشته باشه یک کس باشه مثلا ماور که هرچی پیدا میکنه پس خرج کنه باز ما رو قرضه میته بانک؟ چرا نه ها؟ بانک هایی هسته که مثال میگه خیر مفلس قرضه میته نی باز نال بانک ها پیسه خود میته من هم شما باید همو که گفتی پیسه جور میکنه یکم ریسپانسیبل دیگه باش از این به پیسه در جمع بکن فکر میکنم که یک وقتش رسیده که میبینم استاسا تاریکی نشه بله و طرف سالگره اگه بریم بسیار خوب گفت بریم بخیر بریم بخیر اومجان بیاین دوستای عزیز که بریم طرف سالگره
انشالله میبینیم که در سالگری زایجان چی گپ هست. انشالله. دوستای عزیز، رسیدیم به محفل سالگره زایجان. این محفل مسیح جان برش سرپرایز تنظیم کرده بود و قانون از این محفل قسم است که تمام میمانای که در این محفل اشتراک میکنن همگیشان باید لباسای سفید بپوشند. It's my birthday and you're about to get old. Ladies and gentlemen, what can I say? It's Zed's birthday. What a man. We all know he's got a big personality, a great heart, and we cannot wait to celebrate together all tonight. We're here at Zed's birthday today, his 34th birthday. Everyone's having a good time. We're all here together to have a laugh. When I saw Zed for the first time, it was love at first sight. But then when I came down here and I saw the food, I forgot about him. I'm sorry, bro, but I love you. Thank every single person that attended tonight's event. It's definitely a birthday that I'll never forget. And I hope you guys had fun, because we had loads of fun, didn't we? This is my family here, guys. I wish you guys all a fucking Merry Christmas and Happy New Year. I'm just kidding. Happy birthday to me. این برنامه برای شما از طرف Quality Rugs and Furniture, Mashal Production, تصویر رویاهای شما تقدیم گردید.